امروز در واشنگتن اعتصاب غذایی 3 روزه‌ای که توسط روشنفکران ایرانی و کنشگران حامی حقوق بشر با هدف جلب توجه جهانی برای حمایت از آزادی صدها تن از زندانیانی که در پی انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 22 خرداد دیروز چهارشنبه 31 تیر در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. ائتلاف 30 تن از روشنفکران، دانشگاهیان، کنشگران طرفدار دموکراسی و هنرمندان خواستار آزادی فوری زندانیان شده و از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل درخواست دارند تا نماینده ویژه‌ای برای دیدار با بازداشت شدگان تعیین نموده و برای آزادی آنان فشار بیاورد. اکبر گنجی مبارز سرشناس و روزنامه‌نگار ایرانی که از برگزار کنندگان اصلی اعتصاب غذا است گفت که بیش از 600 نفر از کسانی که هنوز در بازداشت به سر می‌برند شناسایی شدند و افزود که آمار زندانیان می‌تواند بیش از اینها هم باشد. گنجی با اشاره به نبودن هیچ پرچم و علامتی از هیچ حزب یا گروهی در آن مراسم توضیح داد این یک برنامه سیاسی نیست. این برنامه صرفاً برنامه حقوق بشری است. خواننده سرشناس ایرانی فائقه آتشین که با نام گوگوش شهرت دارد نطق پر احساسی در برابر 300 شرکت کننده در آن مراسم ایراد کرد و همبستگی خود را با ایرانیانی که در ناآرامی‌های پس از انتخابات کشته یا بازداشت شدند ابراز نمود. گوگوش خطاب به جمعیت حاضر گفت که جمهوری اسلامی صدای مردم ایران را مثل صدای خود او برای 20 سال خاموش کرده و افزود که آرزومند روزهایی بهتر در ایرانی دموکرات و سکولار است. من آمدم بگویم آری می دانم برای رسیدن به این هدفهای مقدس ملت ما راه درازی در پیش دارد، ولی چون با هر نوع اعمال خشونت، جنگ و خونریزی، کشتار، اشغال و حضور بیگانه در کشورم مخالف هستم، از گام‌های مثبت هر چند کوچکی که چون این فراخوان پشتیبانی می‌کنم، با این امید که با تداوم این حرکت‌ها شاهد برقراری دموکراسی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی مذهب و آزادی زنان در آن سرزمین اهورایی باشم. زنده باد ایران، برقرار باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان که قرن‌هاست هویت هر ایرانی آزاد به شمار می رود. با هم پشت ما کوه نمی لرزی، نمی افتی، نمی بازی. مهدی سحرخیز پسر عیسی سحرخیز روشنفکر و روزنامه‌نگار اصلاح طلب دربند نیز خطاب به شرکت کنندگان گفت امروز افتخار می‌کنم که ایرانی هستم به خاطر وجود ملت ایران و افزود ما همه با هم هستیم و جهان نگاه خود را به ما دوخته است. شرکت کنندگان و پشتیبانان اعتصاب غذا بر اهمیت تداوم همبستگی با جنبش اپوزیسیون در داخل ایران و تضمین آنکه جامعه بین‌المللی صدای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی از درون کشور را دریابد تأکید ورزیدند. نیاره توحیدی از برگزار کنندگان و رئیس بخش مطالعات جنسیتی و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر نورتریج و شهره آغداشلو هنرپیشه مشهور ایرانی به تلویزیون واشنگتن گفتند که خواستار پایان یافتن رفتار بیرحمانه حکومت ایران هستند. فاطمه یک دانشجوی کارشناسی ارشد از سان فرانسیسکو به تلویزیون واشنگتن گفت که برای نخستین بار در اعتصاب غذا شرکت کرده است تا راستش من خودم اومدم به خاطر اینکه میخوام 3 روز اون چیزی که مردم تو زندان میکشن بدون کتک و شکنجه و این چیزاش، فقط گرسنگی و زجری که مردم تو زندان میکشن تجربه کنم. مشروع گفتگوهای تلویزیون واشنگتن با شماری از شرکت کنندگان در این تظاهرات و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.